سلام، من امین قوادم و قراره با هم تازه ترین اخبار سینمای جهان و بالا پایین گیشه رو در باکس آفیس هفته 27 سال 2022 مرور بکنیم. ممنون میشم اگر با سابسکرایب، لایک و کامنت سفر حمایت بکنین و خوشحالتر میشم اگر که تماشای این ویدیوها رو به دیگران هم توصیه کنین. در حالی که با آغاز تاخت و تاز مینیون ها برآورد میشه که فروش افتتاحیه‌شون مرز 129 میلیون دلار رو رد بکنه، علاقمندان دنیای مارول خودشون رو آماده اکران ثور عشق و تندر کردن تا به تماشای 29 مین فیلم این فرانچایز بشینن. فیلمی که پیش برنده فاز چهارم دنیای مارویله و مسیر فیلم قبلی رو ادامه میده. البته که نسخه های قبلی سور در بین پرفروشترین های مارویل قرار نداشته، اما این بار بدمنی متفاوت به نام گور با بازی کریستیان بیل و قرار گرفتنش روبروی کریستیان همسورس و ناتالی پورتمن میتونه بخش زیادی از علاقمندان رو برای رفتن به سینما تحریک کنه. 3-4 years 8 years 7 months and 6 days give or take. گور به عنوان یکی از تاریکترین و خبیثترین بدمنهای تاریخ مارول قصاب خدایانه و قرار نسل همه خدایان رو از این دنیا پاک بکنه. سور که بعد از ماجرای اندگیم دنبال آرامش درونیه مجبور میشه تا برگرده و با کمک والکری، کورگ و صد البته جین فاستر عشق گم شدش که تبدیل به سور دیگه ای شده با گور بجنگه. جین؟ The list. You have list of qualifications for bride. این هفته کمدی درام فهرست آقای مالکوم هم اکران شده که با ترافیک فیلم‌های خوب بالای جدولی بعید شانسی بیش از قرار گرفتن در میونه جدول پیدا بکنه. Mr. Malcolm, there's someone I want to introduce you to. Miss Selena Dolph. I'm very pleased to make your acquaintance. Perhaps you might join me for a tour of the picture gallery. زن جوانی در انگلستان قرن 19 قراره به دوستش کمک کنه تا از خواستگاری که او رو به خاطر یک شرط رد کرده انتقام بگیره. آقای مالکوم اون خواستگاره که با یک لیست از شرایط دختران جوان رو برای ازدواج محک میزنه. Perhaps I am mistaken in thinking hope a useless thing. My friends need me. You're not ready. دو قسمت پایانی فصل چهارم سریال چیزهای عجیب هم روز جمعه پخش شد و رکوردهای پخش نتفلیکس رو در آمریکای شمالی جابجا کرد. اگر آدرنالین خونتون پایین افتاده، تماشای این سریال رو از دست ندین. I know you're frightened. But I'm not gonna lie to you. It's like a movie, but nobody has any lines and nobody even knows what it is while they're making it. در بین تازه اکران‌های این هفته بد نیست سری به لایو اکشن مارسل پوسته با کفش بزنیم. یه محصول خانوادگی که تنها در 6 سال اکران شده و به نسبت فروش خیره کننده‌ای داشته، 223 هزار دلار و جالبه که این هفته لااقل از سونیک موفق‌تر عمل کرده. There must be so many others like me. بریم یه سر بزنیم به جدول باکس آفیس که کاملاً به دو نیمه بالا پایین تقسیم شده. کون سے پاپا اپنے بچے کے ڈیوورس کے بارے میں سننے کے لیے زون میں ہوتا ہے۔ فیلم ہندی تونست با پشت سر گذاشتن دانتون ابی تو خونه دهم جدول باکس آفیس بشینه. ماجرای دو زوج از نسل‌های متفاوت که قرار است پس اختلافشون بر بیان. فیلم زندگی طولانی که به زبان هندی اکران شده 725 هزار دلار در گیشه فروش داشت تا این آشتی کنان هندی چراغ بالیوود رو در قلب هالیوود روشن نگه داره. مجھے سمجھ اگئی پاپا جی کی پرابلم کیا ہے۔ Are you hungry for something good? Something juicy. How you doing? What? Something beefy. What is going on? Ta-da! Fresh hot burgers, sexy burgers. با برگر در پنجمین هفته اکران به جایگاه نهم جدول باکس آفیس اومده. بانک باب رو تهدید کرده که اگه ظرف یه هفته بدهیش رو تسویه نکنه مغازش رو مصادره میکنن. این چالش تعطیلات تابستونی خانواده رو به خطر انداخته، اما خطر بزرگتر گودالیه که جلوی مغازه باز شده و از اون بدتر جسد مقتولیه که تو گودال افتاده و باب رو گیر پلیس میندازه. برگرهای باب این هفته 782 هزار دلار فروش داشت و مجموع فروش این انیمیشن بزرگسال رو به 31 میلیون دلار رسوند. I
feels nice. I know, I know. Don't rub my sesame seeds off. Here. So long, suckers! Don't win, no win. بد گایز با دو پله سقوط به جایگاه هشتم اومده. آقای گرگ و دارو دستش با وساطت موش خورما شهروند نمونه یه فرصت دارن تا تبدیل به گود گایز بشن، وگرنه باید برگردن پشت میله ها. اما خوب شدن به این سادگی ها نیست. این انیمیشن یونیورسال پیکچرز این هفته 807,000 دلار فروخت و مجموع درآمد جهانیش در پایان دهمین هفته اکران به 243 میلیون دلار رسید. Mrs. Wang, are you with us? همه چیز همه جا به یک باره با بازی میشل و یوه در نقش اولین وانگ تونست با وجود کاهش 43% فروش در خونه هفتم موندگار شه. رفت و آمدهای اولین بین دنیاهای مختلف به اون پیچیدگی و اسرارآمیزی دکتر استرنج نیست، اما تونسته همچنان گروهی از مخاطبان رو برای تماشای این کمدی فانتزی خانوادگی به سینما بکشونه و این هفته 908,000 دلار دیگه برای کمپانی A24 درآمدزایی کرده. There is no way I am the Evelyn you are looking for. دکتر استرنج و جنون چند جهانی دیگه بیشتر از گیشه دل به نمایش خونگی بسته. ماجرای جدید دکتر استرنج که باید جهانهای مختلف را از نابودی نجات بده و به داد دخترک جوانی به نام آمریکا چاوز برسه که با قدرت سفر بین دنیاهاش شر بزرگی به دنیای ما کشونده، دومین فیلم پرفروش ساله. You break the rules and become a hero. I do it and I become the enemy. 28 فیلم دنیای مارول این هفته 2,684,000 دلار فروخت و درآمد فیلم در پایین هشتمین هفته اکران در آمریکای شمالی به 410 میلیون دلار رسید. کاپتان لایتیر فروغ هفته پیش رو نداشت. عملیات نجات زمین توسط باز خلبان فضانورد داستان اسباب‌بازی این هفته 61% کاهش فروش نشون داد و با فروش 21 میلیون دلاری در جایگاه پنجم جدول باکس آفیس فرود اومد. مجموع درآمد جهانی لایتیر در پایین هفته دوم فروش به 165 میلیون دلار رسیده. Would you like to see a magic trick? Yeah. فیلم دلهره‌آور تلفن سیاه با وجود رقبای سرسخت در نخستین هفته اکران فروش نسبتاً خوبی داشت. Tell me your name. Taylor. پسرک در دام قاتل سریالی نقابدار افتاده و تنها کمکی که بهش میرسه از سوی قربانیان قبلی این مرد جنایتکار با بازی ایتان هاک، اونم از طریق تلفن سیاهی که به جای وصل نیست. Salt and pepper. تلفن سیاه با بیش از 35 میلیون دلار فروش هفته موفقی رو پشت سر گذاشت. Who are you? Everybody hold on to somebody. دنیای جوراسیک دوران سلطه از صدر جدول دل کند و به خونه سوم جدول آمد. بیوسین ژنتیک به دنبال رازهای نهفته در دی ان ای نوه بازسازی شده لاکووده و دایناسورها دنیا رو در سلطه خودشون دارن. قهرمانهای دو قسمت قبل دنیای جوراسیک با همراهی قهرمانهای دهه 90 جوراسیک پارک سمنیل و لورا درن باید برای نجات میسی لاکوود و دنیایی که زیر چنگال دایناسورهاست فکری بکنن. فروش این هفته دنیای جوراسیک به 40 میلیون دلار نزدیک شد و مجموع فروش جهانیش هم به 766 میلیون دلار رسید. You made a promise to a dinosaur. Yeah. What? My dad believed in you. Everything I need to have you court-martialed and dishonorably discharged. The end is inevitable, Maverick. What are you gonna do? Here they come! Look in the air! Look in the air! جدیدترین فیلم تام کروز که با گریز از مرز 1 میلیارد فروش جهانی در حال حاضر پرفروش‌ترین فیلم سال دنیاست همچنان پرفروغه.
داستان درباره عملیات تیم تاپگان با رهبری ماوریکه، اونم برای بمباران یک نیروگاه در کشوری ناشناخته که در اون به طور مخفیانه بمب اتمی ساخته میشه. Your reputation precedes you. After admit I wasn't expecting an invitation back. ماوریک این هفته هم 47 میلیون دلار فروخت و مجموع فروش فیلم در آمریکای شمالی از 538 میلیون دلار فراتر رفت تا پرفروش‌ترین فیلم در کارنامه بازیگری تام کروز در جشن تولد 60 سالگیش لقب بگیره. الویس پریسلی حتی در مرگ هم سلطان صحنه هاست. آخرین ساخته باز لورمن که به زندگی این ستاره بیچون و چرای موسیقی قرن قبل میپردازه تونست هواداران این سبک از فیلم درام زندگی نامه رو به خوبی به سالن های سینما هدایت کنه. فیلم داستان زندگی الویس را از کودکی تا مرگ دنبال میکنه و در کنار آستین باتلر کم آوازه در نقش الویس پریسلی، تام هنگس رو قرار داده که نقش تام پارکر استعدادیاب و مدیر برنامه های این خواننده افسانه‌ای رو بازی میکنه. الویس در نخستین هفته اکران 48 میلیون دلار در آمریکای شمالی فروخت و مجموع فروش جهانی فیلم هم به نزدیک 74 میلیون دلار رسید. We're gonna do something different. هفته آینده گیشه در چنگ میلیون هاست، اما حکومتشون با چکش صبح پایان خواهد رسید. تابستون 2022 تازه داره شروع میشه و منتظر روزهای داغ‌تری باید باشیم.